در خدمت فرزند استاد شجریان هستیم. آقای شجریان، خیلی از مردم بیرون موندن، صحبتی اگر با مردم دارید و تشریحی که برای استاد برگزار شد. اولا که جا داره تسلیت بگم به کل مردم عزیز کشورم. فقط جایی جز عذرخواهی کردن و طلب بخشیدن از اون دوستان عزیزی که چه پشت اون درها، چه در بهشت زهرا و چه هر جای دیگه کشور به خاطر مسائل کرونا و دیگر مسائل نشد که همه دور هم باشیم و پدر رو به خاک بسپاریم، میگم ما شرمنده مردم شدیم، ولی همینی که همراه ما بودن برای ما آرامشی بود. و اینکه بازم تسلیت عرض میکنم به همه، امیدوارم که همه در این شرایط کرونا خیلی مراقب خودشون باشه. مرسی. آقای شجریان، یه سوال دیگه بپرسم. قرار بود محمود پدر کنار اخوان در واقع تدفین بشن، چی شد که در واقع جاشون تغییر پیدا کرد؟ شما در جریان هستید؟ ببینید، بخشی که ما از قبل برای پدر انتخاب کرده بودیم یه جای دیگری بود، طی سری اشتباهاتی و اینها جاشون عوض شد، ولی خب حالا دیگه جایی براشون اختصاص هست که دیگه اونجا دفن شدن. و با ما سال آخر خیلی از مردم از دیروز اینجا بودن، خیلی ها بشته زهر. اگر صحبت پایانی با این مردم و عاشقان شجریان دارید؟ اینه که میگم ما واقعا انقدر همه انقدر این اتفاقات سریع افتاد تو این دو سه روز، وقت نشد که اون جوری که شاید میخواستیم همه در کنار هم باشیم و این عزیزمون رو به خاک بسپریم، نشد. ولی من واقعا از یکایکشون تشکر میکنم که اومدن، چه اینجا، چه در تهران، چه در شهرهای دیگه، و اینکه پیام پدر رو هیچ وقت یادشون نره. سپاسگزارم. محبتی.